جسد جوانکی بعد 20 سال از قبر برآوردند، اما تا حال جسد نپوسیده بود. السلام علیکم تماشابینان عزیز و حواداران شبکه کاروان عمر. در نقشه به جای قبرستان راهی کلان شدنش لازم و ضروری بوده است و همه در فکر فرو رفتند و شخصان محله خبر دادند که به این قبرستان 20 سال می شود که هیچ کس را دفن نمی کنند و میت ها عین حال به مزار نو گذاشته می شوند و به همین فتوا از جهت دینی و از اداره های دولت اجازه گرفته قبرستان را به دیگر جا کوچانیده شدنش شد و قبرها دوباره بیل زدند و استخوان های مرحوم ها را احتیاط کرانه کندند و در همین وقت همه را در دهشت می گذاشتگی یک واقعه عجیب رخ می دهد. یک قبر کهنه را که از گرمی آفتاب زرد شده بود وقتی باز می کردند مرده نو گذاشته شده را می بینند. سردار کارگران که این حال را می بیند به سوی گورکوف گفت: شما گفتم بودید 20 سال می شود که هیچ کسی را در اینجا دفن نکردند، پس این چی است؟ گفته گورکوف گفت: والله اعلم، من هم نمیدونم. سردار کارگران گفت: شما ندانید، پس کی میداند؟ گفته غضبناک شد. رئیس محله گفت: برای این را فهمیدن باید چهره مرحوم را بینیم و همش نمایان می شود. و این سخنها را سردار کارگران تصدیق کرد و گورکوف گفت تا روی میت را باز کند. مرده ها هیبت دارند میگویند. مردی که استخوانش در قبرستان سخت شده است تا این درجه ترسد، دیگران چی میکردن باشند؟ شخصانی که در آنجا بودند بعضی از آنها رویشان را گرداندند و بعضی ها باشد با دقت نگاه میکردند و همین طور وقتی چهره میت را باز کردند و دیدند که میت مثل شهی که در روز تویش میشکفت، یک چهره نورانی در شه بچه پیدا می شود و این میت هم مثل همین شه بچه بر این خواب بود. مویسفیدان و جوانان این ده همه از این حال در حیرت افتاده کلمه های ماشاءالله، استغفرالله، لا حول ولا قوت الا بالله را تکرار به تکرار می گفتند. یک مویسفید به میت چقور نگاه کرد و گفت: این فرزند فلانی هست، پدرش عین حال زنده هست ولی پیر شده است. سردار کارگران پرسید: به این میت چند سال می شود که دفن کرده شده است؟ مویسفید گفت: 20 سال می شود، اگر زنده می بود عین حال 40 ساله بود. همینطور به یکی از جوانان گفتند: حاجیان، شما زود رفته پدر این میت را به اینجا بیارید. چیزی را که در اینجا دیدید به پدر میت چیزی نگفته به اینجا بیارید. من خودم همش را می فهمانم، گفت. کارگران همه کار را بس کردند و کرامت و قدرت خداوند را به چشم سر دیده سرخم می نشستند. جسدی که 20 سال پیش گذاشته شده است و اما جای از این جسد نپوسیده است. این جوان چی کار کرده باشد که خداوند او را دوست داشته حتی جسدش را نپوسانده است و به این نعمت رسیده است؟ گفتگی سوال آنها را در فکر فرو برد. همین طور وقت گذشت و نهایت پدر میت را آوردند و بعدی با حادثه آشنا شدن گریه میکند و به آسمان نگاه کرده گفت: در این دنیا نمرده باز دوباره برای با فرزندم دیدار را نصیبم کرده. پروردگارا شکرانه ات که این نعمت را برایم روا دیدی. گفتم میت را آغوش گرفت و میگریست و همین طور آنها از پدر میت سوال کردند: سبب به این نعمت ها رسیدن پسرتان در چیست؟ بر ما کمی از او نقل می کردید. پدر گفت: پسرم هر سحر پیش از همه به نماز بامداد می خیست و وقتی که من می خواستم که او را بیدار کنم و علکی طهارت کرده بر نماز بامداد رفتن و مسجد آماده می شست و هر باری که من سحر نزدی دروازهش می رفتم او بر من سلام می داد و دستم را بوسه کرده من را آغوش می گرفت و می گفت که پدر جان نز خواب کرده خستید و همینطور با یگان کس کار نداشت و 5 وقت نمازش را می خواند اما با کسی کار نمی گرفت و شکرانه از آن می کنم که خداوند متعال
این نعمت را به فرزندم و این نعمت بزرگ را بر من نصیب کرده است که من با فرزند خودم باز واخوردم، میگوید. خب دوستان، در زندگی چقدر باشد خوبی کنیم و خوبی ما را به همین روزها انشاءالله که میرساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.